با آشپزی لحظات خوشی داشته باشید. به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین می‌برد. سرف اکسل جدید و رو به هدیه است و خوشم می با تقدیم سلام خدمت شما عزیزان خواننده برنامه آشپزی. باز هم امروز ما میخوایم که یک غذا خوشمزه آماده بسازیم، ولی امروز متفاوت است. امروز به شوق هیچ همکار ما نیست، به شوق هیچ کسی نیست که فرمایش داده باشه. امروز به شوق خود آماده میسازیم، چرا که چندی نفر گفته بودن خب گفتن اگر بشیر خودت تنها باشید در خانه چی آماده میسازی؟ خب ما خواستم که امروز برای زیادتر دوستا بگم که اگر تنها باشیم ما میتونیم غذا خاصی آماده بسازیم. خب یخچال طبعا میپنیم میبینیم که چی است، یعنی از بسیار مواد کمی ما میتونیم غذای خوب و خوشمزه را آماده بسازیم، ولی امروز با اون شکل نیست که ما یخچال باز کنم ببینیم چیزی که هست یا نیست. ما از مو غذا یا از مو سبزیجات و موادی که داخل یخچال است این غذا را آماده بسازیم. خب بعضی وقتا ما میتونیم که اگر که هیچ مواد هم نباشه ما میتونیم از بازار خریداری کنیم بیاریم در خانه و بر خود آماده بسازیم. خب ما میتونیم که با کمی مکرونی و کمی گوشت مرغ یک غذا خوشمزه چینی بر خود آماده بسازیم. واقعا طعم بسیار خوبی داره و ما میتونیم به شکل خوب و درستش آماده بسازیم. خب خلاصه دوستای عزیز که امروز ما میخوایم که یک کوفته سینی مرغ آماده بسازیم همراه با مکرونی. ما رو زیاد خوش میاد شما دوستان یک بار امتحان کنید ببینید، شاید شما را هم خوشتون میاد، ولی من میگم 100% خوشتون میاد به خاطر اینکه طعم بسیار خوبی داره، آماده ساختنش هم آسان است و به ضرر هم است، چرا که امروز با گوشت مرغ آماده میسازیم. روغن کمتر استفاده میکنیم، یعنی امروز با روغن زیتون میخوایم آماده بسازیم و در کنارش مکرونی خوشمزه است که یک بار صاف میکنیم و بعد از آبش وقتی دور کنیم خاص خود مکرونی استفاده میکنیم که تقریبا 65% نشایستی که داخل مکرونی میباشه و موادی که ضرر بر انسان داره او از بین میره و ما میتونیم خوبتر به شکل خوب استفاده کنیم. و کسایی که وزنشان کم است میخوان وزن زیاد کنن و میتونن که از نشایسته زیادتر پروتئین زیادتر استفاده کنن تا کمی وزنشان زیاد شه، ولی به نظر من وزن کم بهترین وزنی است که ما میتونیم خوبتر کارهای روزمره خود انجام بدیم، چرا که وزن روز به روز اگر زیاد شه به من اندازه روز به روز تکلیف و پریشانی و هر چیز زیاد شده میره. به این خاطر کوشش کنه همیش وزنتان مناسب باشه تا بتونید صحت خوبتر داشته باشه. شروع میکنیم با مواد لازم. دوستا که میخوان مواد لازم یادداشت کنن، کاغذ قلم تیار باشه تا مواد به شکل خوب درستش بگیری و در خانه‌تون از این غذا خوشمزه هر وقت خواسته باشه آماده بسازه. موادی که ضرورت داریم: گشنیز، بادنجان رومی، پیاز، سیر، ریحان تازه، گوشت مرغ، یعنی از جان مرغ و یا از بال مرغ ما میتونیم آماده بسازیم، ولی سینی مرغ بهتر است. دانای زیتون، دانه زیتون سبز باشه یا هر کدومش باشه ما میتونیم که استفاده کنیم. لوبیا سرخ نرم شده به خاطر از وقت کم است باید که از نرم شدهش استفاده کنیم و یک نوع مکرونی مکرونی که یک نوع مکرونی بسیار خوب است که مکن چیز آماده ساخته میتونیم امرو با این رقم مکرونی خورد که ایره به نام مک میگن که واقعا مکرونی بسیار خوب و خوشمزه است و ربع هتیه که واقعا یک ربع بسیار خوب و خوشمزه است که ما میتونیم غذای خوشمزه هم روش آماده بسازیم. امروز هم ما میخوایم یک لواب بسیار خوب و خوشمزه را در کنار شما آماده بسازیم، چرا که ما گوشت را به شکل کوفته آماده میسازیم و در کنار کوفته باید که یک قرمه خوشمزه همراه با ربع هتیه باشه. طعم بسیار خوبی داره، رنگ بسیار خوب داره که ما میتونیم غذای خوشمزه را همراه با ربع هتیه آماده بسازیم. همچنان پودر لباسشویی سرف اکسل که واقعا یک پودر بسیار خوبی است، خوشبوی خاص داره که ما میتونیم لباس های سفید یا رنگ هر رنگی که داشته باشه ما به شکل بسیار خوب درستش بشیم. با پوست هم ضرر نداره و خوشبوی خاص که زیادتر خانم ها مشکلات در شستن لباس ها دارن که بعضی لباس ها لکش نمیره، میتونن که از پودر لباس شویی سرف اکسل استفاده کنن. و همچنان شامپوی کلیر که واقعا یک شامپوی بسیار خوبی است، کسایی که از سبوسک موی رنج میبرن و از موی رفتگی رنج میبرن که زیادتر کسی هستن که میگن موی هم میره به خاطر که پیاز مویشان یا بخی موی که پیازه که میباشه و ضعیف میشده باشه، از طریق میتونن که امرو با شامپوی بسیار خوبه که
هست میتونن از استفاده کنن تا میوه خوب و صحتمند داشته باشن. شروع میکنیم با مواد اصلی غذایی که ما میخوایم آماده بسازیم. داخل دیگ آب اضافه کردیم. خب به جوش آمده، وقتی جوش آمد مکرونی رو داخلش اضافه میکنیم تا جوش بخوره نرم شه. صرف کمی جوش میدیم، نرم شد کاملا آماده است. کمی روغن زیتون بالاش اضافه میکنیم تا یکی بدگه نچسبه. خب غذایی که امروز آماده میسازیم، کسایی که مکسر دارن به شکل مکسر اگه دارن بهتر است، میتونن که به شکل کوفته گوشت آماده بسازن، ولی کسایی که به شکل مکسر ندارن او میتونن گوشت از ماشین و کوفته بکشن. همراه با ماشین و کوفته هم میتونیم که خوبتر استفاده کنیم، یعنی گوشت برای ما با اون شکلی که ما در ماشین آماده میسازیم در ماشین و کوفته هم برای ما آماده میسازه. مثل همیش گوشتی را که ما میخوایم که آماده کنیم باید که چربیش دور کنیم. زیادتر وقتا این قسمت های گوشت یا سینه مرغ چربی زیادتر میداشته باشه، به خاطر بهترین روش میست که همراه با کارد برشش کنیم تا این چربیش دور شه. فایده نداره و ضررش زیادتر هم از غذا را مزهش کم میسازه، به خاطر موادی که ضرر به ما داره و غذا را خراب میکنه بهترین روش میست که دورش کنیم. به شکل خرد خرد میدهش میکنیم تا به مکسر کمک شود که زودتر میده میده شود. این قسمت آب سعی کنیم. آب جوش آمده، ما میخوایم که امیل از مکرونی رو باید داخلش اضافه کنیم. کمی نمک اضافه میکنیم به خاطر که ما بتونیم خوبتر این غذا رو آماده بسازیم و فراموش ما نشه. کمی که روغن هم اضافه میکنیم به خاطر یکی به دیگه هم نچسبه و نمک به خاطر اینکه مغز مکرونی را نمکی بسازه یا مسدار بسازه. خب آب جوش آیس آیس همراه با مکرونی جوش میخوره و مکرونی رو نرم میسازه. خب مثل همیشه باید که این قسمت های چربی گوشت رو بگیریم. بعضی گوشت هست که چربیشان زیاد می باشه و بعضی گوشت هست که چربیشان کمتر می باشه. بر هر در هر حالتش باید که این چربی رو بگیریم. اگه کم است یا زیاد است باید که کمش کنیم. اوسو کنیم. و کوفته هایی که امروز از گوشت و مرغ آمده میسازیم بسیار خردترک خردترک باید باشه. اگر چی خرد باشه ما خوبتر میتونیم مواد آماده بسازیم، ولی اگر کلان کلان باشه مزی خوب نمیداشته باشه، داخلش هم خام میمونه و استفاده کردنش هم مشکل میباشه. به این خاطر اگر خرد خرد آماده بسازیم خوبتر ما میتونیم هم پختش کنیم و کار ما رو هم آسان میداریم میسازه که زودتر آماده میشه. خب گوشت همیشه به شکل آماده میسازیم، ولی تا وقتی گوشت رو همیشه به شکل میده میده میکنیم یک وقفه کوتاه داریم برمیگردیم. سیر کلسترول خون را پایین آورده از لخته شدن خون در بدن جلوگیری می کند. فشار خون را پایین می آورد و بدن را در برابر عفونت ها و بیماری های باکتریایی نگهداری می کند. سیر حاوی بیش از 100 ماده شیمیایی بیولوژیکی مفید می باشد. سیر با چکن و
یه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. با شما هستیم از حال خوانده برنامه آشپزی. در قسمت گوشت کاملا آماده ساختیم، میده ساختیم، ما از وقت استفاده کردیم، دانای زیتون هم داخل میکسر اضافه کردیم، کمکی زنجفیل میده شده هم بود. شما میبینید که داخل بوتل داشتیم، من هم کامی خواستم به خاطر مزیش کمکی داخل کاسه اضافه کنیم. زنجفیل همراه با گوشت، دانای زیتون، دیگه هیچ مواد اضافه نکردیم. نوبت پیاز است. پیاز اضافه میکنیم. پیاز هم میده میکنیم به خاطر زی کمک در ماشین میشه که زودتر میده شود و خوبتر مخلوط هم شود. به میاندازه پیاز اضافه میکنیم، زیاد اضافه نمیکنیم. یک کمی ریحان خشک اضافه میکنیم ولی باقی ماندهش میمونیم به خاطر تزیین غذا. یک کمی که اگر باشه یک چند برگش اینو هم اضافه کردیم. گشت نیست، هم مواد رو همیل از اضافه میکنیم به خاطر از اینکه یک بار همراه با مواد مخلوط شود طعم خوبی میداشته باشه. سه دانه سیر اضافه میکنیم ولی یک یا دو سیر دیگه باقی مانده باشه به خاطر فرمی که آماده میسازیم. خب این مواد را اضافه ساختیم، نوبت را به هدیه است. پیش از مخلوط کردنش کمی را به هدیه هم اضافه میکنم، رنگش هم تغییر میکنه و کمی که ترشک هم میشه. داره دو سرپوش میباشه که یه سرپوش آینی شما میتونیم به بسیار آسانی به شکل باز کنیم. یک شما میبینید که رنگ طبیعی، خوشبوی خاص و خلیص هم است. سرپوش پلاستیکی پس دوباره به شکل بستش میکنیم و داخل یخچال هر وقت خواسته باشیم ما میتونیم که نگاش کنیم تا بار بار ما بتونیم استفاده کنیم. ولی پیش از همه یک بار ما مکرونی رو ببینیم که به چه اندازه نرم شده، چرا که نرم شدن زیاد مکرونی باعث شورندنش میشه که میشوره. کمک دیگه هم ضرورت داره، یک چند دقیقه دیگه هم باید باشه تا نرم شه. خب مساله از زردچوبه شروع میکنیم، کمی زردچوبه اضافه میکنیم، کمی نمک اضافه میکنیم. مساله که اضافه میکنیم چیکن تیکه، یعنی یک مساله بسیار خوب خوشمزه است که غذا رو خوشمزه میسازه. زیره میده شده اضافه میکنیم. کمی اندازه کافی است، یک کمکی تخم گشنیز. همین مساله بود که داخلش اضافه کردیم. نوبت عزیز که باید کاملا مخلوط شوه و به شکل کوفته آماده شوه. قسمتاش سعی مخلوط نشده بود، باید سرپوش مکسر باز کنیم و جوانیم تا قسمت پایینی بالایش همش به یک اندازه آماده شود. باز هم یک بار دیگه مخلوطش میکنیم ولی این بار به این شکل قسمت بالا را پایین و از پایین بالا.
یک بار امتحانش میکنیم که به اون اندازه که ما میخواستیم آیا میده شده یا نه. خب به اون اندازه که ما میخواستیم کاملا میده میده شد، مخلوط شد و به شکل کوفتی بسیار میده شده آماده شده. و باز هم میگم کسایی که از این ماشین ندارن میتونن از ماشین کوفته دوبار بکشن گوشته و به این شکل کاملا میده میده میباشه و به شکل بسیار خوبی ما میتونیم استفاده کنیم. و فراموش تا نشه که دانه زیتون اگر باشه بهتر از شکل خوبی رو هم میگیره، مواد بسیار خوشمزه میسازه، خوشبوی خاص هم داشته باشه. خب مواد کاملا آماده است، ماکارونی هم نرم شده، باید که از داخل آب جوش بیرون کنیم. و اندازه که میخواستیم هم نرم شده، هم دانایش کلان کلان شده و رنگ بسیار خوب روشن را برای خود گرفته. کسایی که همراه با این مکرونی اگر مکن چیز آماده ساخته باشن میفهمند که همراه با این مکرونی ما میتونیم غذای خاصی را آماده بسازیم. ولی در قسمت بخش برنامه نوبت مواد لازم است، کسایی که میخوان مواد لازم یادداشت کنند همین لحظه آماده نشر است. برمیگردیم با ما باشید. مواد لازم کوفته مرغ: پیاز 2 عدد، سیر 4 دندانه، گوشت مرغ 1 کیلو، بادنجان رومی 1 کیلو، لوبیا 1 قوطی، مکرونی 1 قوطی، گشنیز 100 گرم، بروکلی 100 گرم، زیتون 15 دانه، نمک و مرچ سیاه قدر ضرورت. ادامه لحظات شیرین آشپزی با همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبر و باسانی از بین میبرد. صرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. با شما هستیم دوستا از علاقمندای برنامه آشپزی. خب در قسمت موادی که آماده ساخته بودیم همه شما آماده شد. مکرونی هم داخل یک کاسه کلان اضافه کردیم، دیج یک کره کلان ماندیم تا روغن کمی داخلش گرم شد و بعد از نیم پیازی که اضافه مانده بود این را به شکل میده میده میکنیم. البس اول باید که به شکل سلایس آماده شد و بعد از او خلالی آماده به شکل نخوتی آمادهش میکنیم. خب چندی دوستان ما گفته بودن که ما همه کوشش میکنیم به میده ساختن پیاز کوشش کنیم، ولی کارد بسیار تیز یا تنده باشه که ما بتونیم خوبتر برش کنیم. بعضی وقتا کارد اگه این رقم نمیداشته باشه شما میتونید که آیست آیست کار کنیم، کارتون آسان میسازم. خب پیاز فکر روغن فکر میکنم داغ شده به اندازه کافیست. پیازه باید که کمی سرخ کنیم و بعدش نوبت بادنجان رومی است که بادنجان رومی رو برش کنیم. خب یک بار پیاز شروع بتیم داخل دیگ، به خاطر از اینکه یک قسمت اگر دیگ شروع نتیم یک قسمتش زیاد سرخ میشه و رنگ خود تغییر میده، یک قسمت دیگش
خام باشه. به خاطر باید که نباید یک قسمتش خام و یک قسمتش پخته باشه. بادمجان و نی پیاز همش باید که آماده شود و باقی مانده به شکل حرارت کمی زیاد میکنیم. خب مواد را همش اضافه کردیم، صرف سیر مانده که باید سیر هم اضافه کنیم. و می اندازه مواد را اضافه کردیم. نوبت کمی نمک هم است که نمک اضافه میکنیم. نمک کمک دهی میشه که بادنجان را میره همراه با هم مواد را میده میده بسازه و کاملا به شکل یک خورمه آماده شد تا آیسته آیسته آماده شد. و بعد از اینکه خورمه را آماده ساختیم آب بالایش اضافه کردیم. نوبت به این میرسه که گوشت را به این شکل دفتن رول میسازیم. آبی که داخل دیگ است داخل دیگ اضافهش میکنیم. همین کوفته وطنی که ما در خانه آماده میسازیم، کوفته وطنی را خورمش آماده میسازن و بعد از او گوشت هموار میسازن و داخل دیگ میمانن. این کمی جوش میتن سرپوش دیگ میمانن تا وقتی که آماده شود. همین شکل ما هم میخواییم که امروز گوشت را کلوله بسازیم، ولی اندازه که بسیار خرد خرد آماده میسازیم. کلان کلان نباید باشه، اندازه خرد خرد زودتر هم پخته میشه، دیزاین بسیار خوبی میداشته باشه و همراه با این مکارین بسیار خوشمزه ما میتونیم خوبتر هم استفاده کنیم. ولی تا وقتی که پیاز سرخ نشده ما هیچی نمیتونیم که آب اضافه کنیم یا کدام مواد دیگه. باید که به این شکل همراه با پشت ملاقه بادنجان رو میره به این شکل آماده بسازیم تا زودتر انوار نرم شد و به شکل یک خورمه مخلوط شده آماده شد. خب به این شکل آماده میسازیم غذا را. بعضی وقتا غذایی که آماده میسازیم باید متوجه دهی باشیم که به اون شکلی که خود ما میخواییم به اون شکل آماده شود. به این شکل نباشه که مواد همش انداختیم سرش آب نست آیسته آیسته آماده میشه. آماده میشه ولی مزید خوبی نمیداشته باشه. هر چیز بالای غذا کوشش کنیم و کوشش دهی داشته باشیم که به شکل خوب درستش آماده شود. به اون شکل خوب درست و مزه‌دار آماده میشه. زیادتر کسا میشن که میگن ما غذا که آماده میسازیم خب کوشش میکنیم ولی مزه‌دار نمیباشه، تو شکل دیزاین نمیداشته باشه و یا خورمه‌دار هم نمیباشه. مثل که زیادتر کسا هستن که همین شکل گفته آماده میسازن، وقت جوش خوردن یا وقتی که جوش میه شکل خوار خوبی میداشته باشه، ولی وقتی داخل بشقاب میکشن او خورمه نیست، او مواد نیست. آبش یک طرف میشه، پیازش یک طرف میشه، بادمجان میشه یک شکل دیگه میداشته باشه. این به خاطر از ایست که بادمجان میده هم به اون شکل درستش میده نکردن، پیاز به شکل درستش میده نکردن، به شکل درست سرخش نکردن. هرچی که ما کوشش کنیم که بادمجان می همراه با پیاز به شکل خوب درستش سرخه و رو به حدی اضافه کنیم، به اون شکل خوبتر ما میتونیم مواد آماده بسازیم. یعنی یک خورمی خوشمزه را شما بخش اخیر برنامه ببینید که خورمه که آماده میسازیم هم کمی که غلیظ میباشه و هم یک رنگ بسیار خوبی میداشته باشه. مزه شمکارم تست میکنن و میگن که به چه شکل چقدر مزه زیاد میداشته باشه. یه خوب واقعا که همیشه غذا که آماده ساختیم اگر کوشش کنیم به این شکل غذا مزه‌دار میباشه، اگر کوشش نکنیم دیگه باز مزه‌دار نمیباشه. خب میبینید که بادمجان رومی همراه با پیاز کاملا سرخ شد. خب رومبتر رو به حدی است که یک رو بعد در باز کرده بودیم داخل اخشال ما نمیدیم. همین شکل هر غذای که آماده بسازیم
ضرورت بر رب می داشته باشیم، به این خاطر باید که داخل یخچال نگهداری شود وقتی که باز میشه. به شکل باید که همراه با همه مواد مخلوط شد. خب من تا وقتی که ایره مخلوط میکنم کمی آب هم بالاش اضافه میکنم چون که آیست آیست سرخ میشه، یک وقتی کتاب برمیگردیم. مواد لازم کوفته مرغ: پیاز 2 عدد، سیر 4 دندانه، گوشت مرغ 1 کیلو، بادنجان رومی 1 کیلو، لوبیا 1 قوطی، مکرونی 1 قوطی، گشنیز 100 گرم، بروکلی 100 گرم، زیتون 15 دانه، نمک و مرچ سیاه قدر ضرورت. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و رب هدیه است و خوشم میآید. با شما هستیم دوستان عزیز. در قسمت کمی آب هم داخل دیگه اضافه کردیم به خاطر از اینکه جوش بخوره و خوبتر آماده شود و رنگ خوبی را هم به خود گرفته. و نوبت گفتگاه که خورد خورده است که من میخواهیم یاره به شکل کلاله کنیم. خب مواد کمتری را، گوشت کمی را به خود میگیریم تا کلاله کنیم. گفته که خورد مثل که بعضی وقتا در یکان رستوران کسایی که رفته باشن گفته که خورد خورد برشان آمده شده میرن برشان. او کمی زحمت اگر بکشیم ما هم میتونیم به این شکل آماده بسازیم. کار آسانی است، کدام مشکلی نداره. یک کمی که اصلا ضرورت داره به خاطر که زیادتر کسا هستن که اصلش ندارن، میگیم که یک تاشه خرد آماده بسازیم، دو تاشه. اما کلان کلان ده تا خرد آماده نساز، پندن کلان آماده بساز خلاص. ولی اگر به این شکل آماده بسازیم ما میتونیم خوبتر غذا را تزیین کنیم. به شکل خرد خرد اگر باشه مزه‌دار هم می باشه. قسمت داخل گوشت هم پخته میشه به شکل بسیار خوب و درستش آماده میشه. اما موادی که می باشه تم مواد با خود گوشت میگیره. ولی اگر کلان کلان باشه چهار طرف گوشت مزه را با خود میگیره ولی قسمت داخلش هیچ مزه‌ای نمیداشته باشه و خام می باشه. موس که میگن غذا مزه خوبی نداشت. گرچه اگر هر مواد خوبی را اصلی را ما داخل غذا اضافه کنیم باز هم مزه‌دار نمی باشه. به خاطر که گوشت یا کوفته که مد نظر میگیری کلان کلان میشه کوشش کنی خرد خرد اگر باشه بهتر است. و یک چند دوست ما ایمیل گذاشته بودن و زیاد گله کرده بودن که ما چندی بار از پیام گذاشتیم که برای ما شوربا آماده بساز. خب فکر میکنم که این دوست ما از خارج با ما تماس گرفته بودن و گفته بودن و ما هم برشون میگیم که انشالله روز پنجشنبه یک شوربای گوشت و گوسفند آماده میسازیم برشون. خب گوشت شما خودتان میتونید انتخاب کنید، دلتان گوشت گوسفند باشه، گوشت گاو باشه، شوربای مرغ خونه میشه مزه نمیده. دو نوع شوربا اگر آماده بسازیم از گوشت گاو یا گوسفند خوبتر میشه. منتظر باشن انشالله روز پنجشنبه برشون آماده میسازیم. پیش از اینکه گوشت رو ما به شکل کلاله کنیم باید که دستکش بپوشیم و دستکش هم امرا با روغن کمی چرب کنیم به خاطر از اینکه مواد در دست ما نچسبه. گوشتی که آماده ساختیم یک خوشبوی خاصی داره.
و زیادتر طعم زنجفیل به خود داره که وقت سرخ میشه باز هم طعم زیاد زنجفیل خضار خوشمزه هم میسازه و زنجفیل فواید بسیار زیادی داره. ما میتونیم غذای خوشمزه را با طعم زنجفیل آماده بسازیم. خب این غذا چیز که زودتر آماده میشه، هم سیست هم زودتر آماده میشه و گوشت سفید هیچ ضرری نداره، چی ماهی باشه و چی گوشت مرغ باشه. به نظر من به می اندازه کافی است، به خاطر که باقی ماندهش باشه باز بر دوستا. از این مواد شما میتونید که دیگه غذا آماده بسازید، به شکل چبلی کباب میتونید که داخل یک تخم پزی امرو با این مواد کمه که زیره دانه دار یعنی میدان شده باشه درست باشه، همرو با بادنجان رومی نخوتی، پیاز نخوتی، گشنیز چاپ شده اضافه کنید، مخلوطش کنید، داخل کمی داخل تخم پزی کمی روغن اضافه کنید و هموارش کنید، یک چبلی کباب و مرغ خوشمزه آماده میشه. ولی باشه برای چند دقیقه تا ما بعدن از یک غذای دیگه آماده میسازیم. خب گوشت هم دالت جوشیدن است، هم را با ساس خوشمزه که آماده ساخته بدیم، طعم بسیار خوبی داره، خوشبوی بسیار خوبی داره، یک کمبوتی داره. خب زیادتر کسایی هستند که به این شکل وقتی آماده ساختن سر پشت دیگه میگذارن، میگن غذا آماده است، یعنی واقعا سیس آماده هست به خاطر خوشبو ساختنش، به خاطر از اینکه قرمه ازی یا خوشبوی خاص داشته باشه. زیادتر کسایی سوال میکنن ما وقتی که در بعضی رستوران ها میریم اگر از قرمه بادمجان میاد هم برای ما بیاره، یک بوی داره یا خوشبوی خاص داره که ما استفاده کردن میتونیم، یعنی یک مزی خاص و خوشبوی خاص داره، کو از چی میباشه؟ خب از مصالح مختلفی است که از اون مصالح بسیار خوب استفاده میکنن. ما هم میخوایم که یک کمه که ببینیم کجا ماندیم، ها داخل الماری ماندیم، اوریگانو. اوریگانو را زیادتر کسا هستن با گوشت استفاده میکنن، زیادتر وقتا با بیف استیو یک نوع گوشت امریکایی است که آماده میسازن، غذای امریکایی است و داخل قرمه بادنجان می که به خاطر مکرونی آماده میسازن و داخل کوفته هم اضافه کرده میتونیم. به این شکل کمی اوریگانو استفاده میکنیم، طعم بسیار خوب داره، خوشبویی بسیار زیاد داره که غذا را واقعا خوشمزه هم میسازه. به این شکل میگذاریمش و آهسته آهسته جوش میخوره تا وقتی که آماده شوه، ولی با بسیار احتیاط کمی که به این شکل کوفته را شروع میتیم به خاطر که بعضی قسمتاش از خورمه بلند بود و حرارت زیادی به خشمت ها نمیرسه، به این خاطر کمی که به شکل آمادهش کنیم. و غذایی که امروز آماده میسازیم به ذوق خودم هست. ما خودم میخوایم کمی که سیره میده میده کنیم و خب سیره پخت کرده نیست، میشه که سیره از یک خوزه سیره استفاده کنیم. خب به خاطر تا وقتی که قورمه هم آماده میشه و مکرونی را ما پیش از پیش آماده کرده بدیم، هم سرد شده به خاطر از اینکه هم گرم شوه، هم یک خوشبویی که خاص داشته باشه و طعم بسیار خوبی داشته باشه، شما میتونه که امرا با سیر طعمش هم زیاد بسازه، خوشبوی خاص داشته باشه، میتونه که امرا با سیر در غذا استفاده کنه. خب دو عدد سیر. خب شما میبینه که خورمه هم دالت جوش خوردن است، من هم میخوام سیر آماده کنم، میده کنم، ولی تا وقتی سیر میده میکنیم نکته آماده نشه است. میبینیم برمیگردیم با ما باشه تا آخر برنامه. ماسک زردک با شیر. این ماسک برای پوست های خشک مناسب است. قبل از استفاده پوست را با کریم یا روغن زیتون چرب نمایید. یک قاشق چایخوری شیر را با یک قاشق چایخوری آب زردک مخلوط کنید و بر روی پوست بمالید. بهتر است که ماسک را با جوشنده علف های گیاهی بشویید.
ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان ذرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد سرف اکسل جدید و رب هدیه است و خوشم میآید. با شما هستم دوست عزیز. در قسمت سیره هم میده میده کردیم و یک بار دیگه باید شکر اگر میدهش کنیم کمک میشه که کاملا آماده شود. سیر آماده است. ضرورت به یک دیگ داریم که دیگه بیاریم و این قسمت بانیم تا مکرونی را هم داغ کنیم. خورمه کاملا آماده شده و دیگه خورمه کوفته مرغ این قسمت میمانیم. به این شکل میمانیم شکمک داغ شد و بعد از اون نوبت مکرونی است که باید داخل دیگ اضافه کنیم. یک کمی روغن هم اضافه میکنیم. بسیار کم، زیاد نباید باشه به خاطر از اینکه خضار چرب میسازم. اگر مسکه باشه بهتر است، ولی بعضی وقتا مسکه اگر نباشه ما میتونیم از روغن زیتون استفاده میتونیم کنیم. خب در غذایی که آماده میسازیم بعضی وقتا اگر میگیم که روغن زیتون باشه و یا مسکه باشه خوبتر میشه، خب واقعا طعم خوبی میداشته باشه یا خوشبوی خاص هم میداشته باشه که غذا رو خوشمزه میسازه که باید اضافه کنیم. ولی بعضی وقتا اگر نمیباشه ما میتونیم در هر غذا اگر به جای زیتون یا به جای مسکه از روغن نباتی هم میتونیم استفاده کنیم. به جز از سالاد، سالاتی که آماده میسازیم اگر روغن زیتون ضرورت داره باید که روغن زیتون اصلی یعنی اکسترا ورژن اگر باشه بهتر است، ولی اگر نباشه ضروری نیست که ما روغن نباتی اضافه کنیم، چرا که اون روغن زیتون است همون طعم خاص خود داره، به ضرر هم است و خوبتر ما میتونیم غذا را هم آماده بسازیم امرا با روغن زیتون. ولی اگر ما از روغن دیگه استفاده کنیم واقعا که سالات خراب میکنه که ما نمیخوایم سالاتی که آماده ساختیم خراب شوه. سیره به شکل داخل دیگه اضافه میکنیم. سیره وقتی داخل روغن اضافه میکنیم یک خوشبوی خاصی میداشته باشه و اگر روغن زیتون باشه خوشبویش ده برابر زیادتر میشه، ولی اگر نباشه بازم ما را با روغن نباتی هم میکنیم. خب مواد آماده است. یک کمبوتی و غذایی که ما آماده می سازم برای خودم کمبوتی داره، مرچ سیاه. شما می تونید اضافه نکنید، نظر به شوق علاقه هر کس، هر کس می خواهد که به شوق علاقه خود غذا آماده بسازه، ولی شما که می خواهید می تونید که اضافه کنید و اگر نخواستی هیچ اضافه نکنید. خب مکرونی هم آماده است. نوبت یک مشکابی است که باید غذا را داخلش تزیین کنیم. با هم تزیین خاصی نداره، صرف مکرونی که آماده ساختیم داخل کاسه اضافه میکنیم و بعدش نوبت کوفته خوشمزه است که بالاش اضافه میکنیم. میاندازه و باز هم خورمه که آماده ساختیم به بسیار احتیاط به شکل باید قسمت پایین و بالا شود. خب
خب سه عدد کوفته کافی است. یک کمی از لوبش هم میشه که اضافه کنیم. یک دانه دیگه هم خیر باشه. و این زیتون های اضافه که است یه رای قسمت اضافه میگذاریم و میده میدهش میکنیم و مال غذا به شکل پاش میتیم. هر وقتی که ما استفاده کنیم مغزدار میباشه، واقعا یک خوشبوی خاص مزه خاصی میداشته باشه. و ریحان یک دوستی برگ که هست و می اندازه کافی زیاد اضافه نمیکنیم. دو برگ ریحان مکمل غذا را خوشمزه می سازه. یام از غذایی که امروز ما خواستیم آماده بسازیم، البته به شخص خودم، شما می تونید کمی تخیلات بری به جای گوشت مرغ، گوشت گوسفند یا گوشت گاو اضافه کرده می تونید، می تونید ماهی را اضافه کنید و یا می تونید که مکمل هم را با سبزیجات آماده بسازیم. می تونید که لوبیا را کاملا از ماشین بکشید، گلوله کنید، همراه با کمی آرد سوخاری، تخم مرغ و می شکل کوفتهش آماده بسازید. می تونید که از دال نخود هم آماده بسازید، یعنی اگر شما خواسته باشید می تونید غذای خوب و خوشمزه هم آماده بسازید. خب دوستان عزیز، این بود غذایی که امروز ما خواستم آماده بسازیم و تشکر می کنیم از رو بهته که واقعا یک رو بسیار خوب و خوشمزه است که ما غذای خوب و خوشمزه را با رو بهته آماده ساخته می تونیم. و یک تشکری خاص دیگه از پودر سرف اکسل که واقعا یک پودر خوبی است که زیادتر مشکلات خانه ما را کمتر ساختن. و شامپوی کلیر که واقعا یک شامپوی خوبی است که کسایی که مشکل موی رفتگی دارن، سبزک موی دارن و شکایت از موی خود دارن که حالت خوبی رو برای خود نمیگیره، میتونن از شامپوی کلیر استفاده کنن. خب دوست عزیز، این بود غذای امروز. تا برنامه بعد، خداحافظ و ناصر شما. آشپزی دیگر به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و رو به هدیه است و خوشم میاد.